با درود و ارادت به یکایی که شما شنوندگان، دوستان، عزیزان هر جای این جهان این گیتی پهناور هستید، من بهتون ارادت و عرض ادب دارم. کیا هستم؟ ادامه میدم کتاب صوتی نکرونومیکون یا رستاخیز مردگان. خب راشی میرفتیم، آها، تا جایی گفتیم که مواظب باشین روح از بدن جدا میشه و اتوکوخول که خیلی هم زشت و وحشت آوره میتونه وارد جسم اون آدم بشه. خب تا زمانی که راهبی این ذات شوم را به خروج از بدن و برگشتن به جایی که از آن آمده فرمان دهد، تا روح طبیعی صاحب بدن بتواند به قلمرو زمینی جسم خود بازگردد و آلوهای پلید شیاطین ترسناکی با صورتی شبیه به سگ که پیام رسانان خداوندان شکار هستند و استخوان‌های انسان را پاره پاره می‌کنند، استخوان رو احتمالاً می‌جوند، پاره نمی‌کنند. موجودات پلید بسیاری هستند که اینجا محل مناسبی برای نام بردن از ایشان نیست. خب پس یه جهان عجیب غریبیه اونور. تو را اختار می‌دهیم ای راهب که برای پنجه در افکندن با باستانیان دنیای تاریک خارج عجله و بلند پروازی نکنی. آقا خطرناکه، نکنین دیگه. ابتدا بر قدرت‌های جهان داخل پیروز شو که شایسته تر است. چی میشه قدرت‌های جهان داخل؟ خب اگه گفتیم تنها زمانی که بتوانی از دروازه آدار عبور کنی به آن درجه از استادی رسیده ای که تو را توان رویارویی با خدایان باستانی باشد. راهب تنها زمانی میتواند موجودات مختص به دنیای تاریکی را احضار کرده و تحت خدمت و کنترل خود بگیرد که در چشمان مرگ خیره شده باشد. تنها و تنها در آن زمان است که راهب میتواند بدون ترس و نگرانی و رها از هر نفرتی دروازه را بگشاید. در آن زمان است که راهب میتواند امید داشته باشد در برابر شیاطینی که ذهن و بدن را مسموم کرده و تباه میکنند و باعث میشوند قربانی اسامی نکبتبار ایشان را در تاریکی شب فریاد بزند، در حالی که خود را میزند و موهای خیش را میکند و مقاومت میکند. فیلم ترسناکی دیگه. خلاص چیزی که با باد ظاهر می شود را تنها کسی می تواند نابود کند که باد را می شناسد. دمت گرم. و هر آنچه بر در یا ظاهر می شود تنها کسی می تواند نابود کند که آبها را می شناسد. و این مطلب همان است که در عهد باستانی نوشته شده است. خب من اینا رو یه کمی بلدم، میدونمشون، ولی خب خودم اولین باره دارم این کتابو میخونم، برای شما دارم میخونم، خودم هم میخونم. من میدونم 4 عنصر آب، باد، خاک، آتش اصلا مفهوم دانشگاهی که شما ازش میشناسین نیستن. ما میگیم اجنه، میگیم ارواح، میگیم چه میدونم پری، میگیم جک و جونور، هرچی اسمشون رو میذارین، اینا کجان؟ تو هوان دیگه. خب شما از هوا چی میدونی؟ مثلا دکترای هواشناسی گرفتی، شما هوا رو میبینی توش چه خبره، ولی چشم سومی ها میبینن تو هوا داره چی حرکت میکنه. پس عملا افرادی که حتی PhD دکترای چه میدونم هواشناسی دارن هم هوا رو نمیشناسن. افرادی که مثلا شیمی و فیزیک خوندن میگن ما بر مواد میتونیم غلبه داشته باشیم، مثلا آب، خاک و آتش. متاسفم شما هیچ غلبه‌ای روی آب و باد و خاک ندارین.
هیچ ندارین. خیلی از موجودات هستن که شما نمیشناسین و در آب وجود دارن، خیلی از موجودات در خاک وجود دارن و خیلی از موجودات در آتش وجود دارن و شما در دانشگاه ها اینا رو نمیخونین و هیچ دکترای اینا رو بلد نیست. اینها علوم باستانی هستند که ایران باستان یکی از مهدهای بزرگ علوم باستانی در کل زمین هست و ما بخشی از تاریخ کشورمون کاملا نابود شده یا دزدیده شده و پنهان شده و ایران صاحب علوم بسیار زیادیه و من متاسفم برای افرادی که ادعای تاریخ شناسی میکنن، ادعای باستان شناسی میکنن، ادعای نمیدونم دانستن زبانهای باستانی میکنن، بلا 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 بلا، کلی پروفسور و دکتر من میبینم که متاسفانه به علوم غیب راه ندارند و هیچ اطلاعی هم ندارند. خب ادامه میدیم. میرسیم به کجا؟ دیگه نمیرسیم به هیچ جا فعلا. تا پارت بعدی، بدرود.